ما درباره برخای سیتی صحبت میکنیم که وقتی انسان برخای این برخا میگه بعد نیت کنه که کلید قطن را معاف بکنه. چرا بعد نیت بکنه؟ چون کلید قطن اگر انسان حتی اگر در شب در بدنش بوده، چون یه عقیده هست که شب وقت تلیت هست برای یه عقیده که نه وقت تلیت نیست، و برای این ما برخا میگیم که طبق اون عقیده میگه که وقت تلیت نیست این برخا شامل اون باشه، شامل تلیت قطان باشه و تلیت قطان هم از برخا گفتن معاف باشه. و کسانی هم که تلیت قطن را نمی پوشن در شب برای بدنشون نیست، اینا هم بابت این بهتره که برای تلیت گدول برای تلیت که برخا میگن نیت بکنن که اینو معاف کنه، چون بعد وقت هست که این تلیت قطن اندازش کافی نیست. خب بعدا صحبت میکنیم در برای اندازه تلیت قطن. خب ولی در صورت بعد دادنیم که خیلی خوبه، خیلی مهمه، واجبه که انسان تلیت قطن را هیچ وقت از بدنش دور نکنه. شب هم که میخوابه با تلیت قطن باشه، چه تلیت قطن این سیتیت باعث میشه که انسان در خواب افکار بد به مغزش خطور نکنه، خوابای بد نبینه. حالا این ما برخواه میگیم و بعد از اینکه برخواه گفتیم و پوشیدیم، و این هم بدونیم که پوشیدن تلیت به چه طریقیه، به طوری که وقتی انسان تلیت را میپوشه برخواه گفت، اولا بدونیم که موقعی که برخواه میگه بعد مواظب باشه که تلیت را تا نکنه، تلیت را لوله نکنه، چون در موقع برخواه گفتن نباید انسان هیچ عملی انجام بده. بعد وقتی که این تلیت را برخواه گفت، این اینا میده روی سرش و همطور روی بدنش، و وقتی که روی بدن گذاشت این تلیت را جمع میکنه به طرف پیش شانه و دور گردنش میپیچه، دوری که نه به طوری که پوش طرف صورت پوشانه، بلکه مواد صورت بعد پوشیده باشه. و موقعی که این در موقعی که این تلیت روی گردن هست نیت میکنه که حاضره که بر خود قبول میکنه که تمام 248 فرمان امر رو 365 فرمان نهی توره را انجام بده، یعنی حاضره که انجام بده. و در بنیش های این در ولش میحود که تعریف کرده، اونجا این تقاضا میکنه که اشن برخت اینطور حساب کنه که تمام تریاک میسوت 613 امر توره را فرمان 613 فرمان توره را انجام داده، چون سیتیت برابر با 613 فرمان توره. و ما در جمیحود اینا درخواست میکنیم که اینطور برای ما حساب کنه که تمام تریاک میسوت را ما انجام دادیم. خب اینا خوبه که انسان اینا بگه. حالا این یک نفر بعضی هستن که تلیت را که میپوشن دور گردنشون میدارن اینجوری اینطور، و اصلا روی بدنشون نیست، فقط روی گردنه، دور گردنه اینطور. این اصلا فایده نداره، این میتوان تام نمیشه، چون بعضی بدن میپوشنه، بدن میپوشنه نه فقط گردن. و این هم بدونیم که در بنیش های میفرماد که وقتی که دن تلیت را میپوشه فوری اینا دور گردنش بذاره، نه اینکه اول بده روی بدنش
بعد بیاره بره بله بره بعد ولی ربنا منتیان با شغل علا بچلاب که در شعور تیانو گفتن که وقتی که برخه میگه بعد روی پشتش بپوشانه بعد بیاره بالا و دور گردن. خب اگر ایشون اینطور گفتن پس اینطور درک کردن اینطور نتیجه گرفتن که اینکه رب بنی اسرائیل فرماد که نه اول نه روی بدن باشه بلکه فوری برای باطل دور گردن بذاره، پس این طبق تمام عقاید درست نیست، یعنی بهتره که انسان اول بدنش را بپوشانه بعد بلند کنه بذاره دور گردنش. و همطور هم در چون عروخ اینطور گفته شده که وقتی کاری بکنه که دو سیتی جلو باشه دو سیتی عقب برای اینکه انسان احاطه بشه از مسواک، یعنی اینطور بعد انسان روی بدنش بذاره که دو تا سیتی از سیتی ها جلو باشه دو تا سیتی عقب باشه که انسان محاط بشه از مسواک سیتی. خب اینا اینطور بعد سعی کرد که اینطور ازان ببوشه که دو ترسیتی جلو باشه تا عقب. البته اونایی که تلیت را روی پشت میذارن اینا البته میتونن انجام میدن و شنید، ولی بهترین این راه اینه که دو ترسیتی جلو باشه دو ترسیتی عقب. حالا ما برخه میگیم بعد اگر انسان براش مجبور شد لزوم پیش اومد که تلیت را از بدنش دور بکنه، آیا بعد از اینکه برمیگرده بعد برخه بگه یا برخه نگه؟ همینطور اگر انسان بدون اینکه به متوجه باشه تلیت از بدنش میفته پایین، اگر میخواد دوباره مجددا این تلیت را بپوشه بعد برخه بگه یا نه؟ در اینجا اضطراب عقیده است که اگر انسان تلیتش افتاد آیا بعد برخه بگه برخه نگه؟ علاقه اینطوره که نه برخه نمیگیم، حتی اگر افته باشه بدون توجه بیفته برخه گفته نمیشه. اگر انسان رفت برای دستشویی برگشت در اینجا اختلاف عقیده بعد برخه بگه برخه نگه. بعد انسان چه کار باید بکنه؟ این چاره اینه که وقتی برخه میگه برخه تیتا میگه نیت میکنه که من با این برخه که میگم تلیتی که بعد از این که از خودم دور کردم اگر مجددن بشم این برخه اینم معاف بکنم. اگر این برخه شامل پوشیدن مجدد تلیت هم باشه، بر این چه موقع این برخه شامل این پوشیدن مجدد هست؟ وقتی که در عرض نیم ساعت مجددن تلیت را پوشه، ولی اگر از موقعی که تلیت را از خودش دور کرد تا وقتی که برگشت نیم ساعت بیشتر گذشته بود دیگه بعد مجددن برخه بگه. برابر این اونایی که در کیپور بعد از ظهر بعد اینکه مصطف برخه شد اینا تلیت در میارن برای استراحت برای دستشویی، اگر نیم ساعت از موقعی که تلیت را از خودشون دور کرد نیم ساعت گذشت وقتی مجددن برخه بگن. همینطور هم اگر کسی تلیت خودش را تا کرد بعد حتی بعد از 10 ثانیه اومد میخواد مجددا بپوشه بعد برخه بگه. چرا؟ چون وقتی که انسان تلیت تا میکنه این علامت انصراف فکره و حتما بعد برخه بگه. اگر هیچ اصلا میخواد بر بگرده برخه بگه میخواد بر مجدد بپوشه در این اصطلاح عقیده است که بعد برخه بگه نگه، ولی وقتی که این تلیت را تا میکنه
علنا نشون میده که دیگه نمیخواد برگرده ترید بپوشه، مضطرب شده. بنابراین حتی اگر 10 تا بعد میخواد دوباره مرتب مجددا بپوشه، بعد برخه بگه. بنابراین اونایی که ترید خودشون تا میکنن میرن برای کاری برگردن برای یه دو دقیقه مجددا، بعد برخه بگن، بعدی برخه بگن. چرا؟ چون تا کردن تلید علامت انصراف فکره، برای این بحثی مجددن برای خواه بگم. زورو